إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. از نظر اسلام تمام مسلمانان در اقصی نقاط جهان با یکدیگر برادر بوده و یک جامعه واحد به نام امت اسلامی را تشکیل می‌دهند. در این جامعه یا امت اسلامی معیارهایی مانند پول، نسب، نژاد و جغرافیا در تنظیم روابط اجتماعی نقش سوری و ظاهری داشته و تنها ملاک تنظیم روابط رعایت دستورات دینی و حدود الهی است. یک مسئله کوچک اینجا میاید که شما بدانید از زمان آدم علیه السلام تا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم الله تعالی کل امت چرا یک امت واحده در عقیده بود در شریعت هم نکنه؟ در سوره مائده میاید که ما شریعت های امت ها را جدا جدا کردیم، دینشان یکی است، عقیدهشان یکی است، اما شریعت هاشان جدا شده، طریقه روش عبادتشان جدا جدا. چرا یک شریعت نشد؟ الله میتونست از زمان آدم تا حضرت محمد صلی الله علیه و آله یک شریعت باشه، همین اختلافات رخ نده. بعضی از علما چند تحلیل و تفسیر دارن. سوالی است که عقیده یکی بود از زمان آدم تا رسول الله صلی الله علیه و آله عقیده یکی بود، شریعت ها چرا جدا شد؟ طریقه روش عبادت ها چرا جدا شد؟ چرا یک شریعت نشد؟ جوابش این است که شریعت ها را جدا کرده، اولش به خاطر امتحان اطاعت و پیروی. هر پیامبر آمده امتش آیا از پیامبر چقدر اطاعت میکنه؟ پیامبر از پیش خود نمیگه، از وحی الله میگه چقدر اطاعت پیروی میکنه. یک مثالش سوال کنی، حضرت موسی علیه السلام به طرف بیت المقدس نماز میخواندن. قبله زیاد پیامبرا به طرف بیت المقدس بود، قبله حضرت ابراهیم علیه السلام بیت الله شریف بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم که آمد اشاره کرد، برش الله امر کرد که به بیت الله نماز بخواند. به مدینه منوره هجرت کرد، برش گفته شد که آل یک چند مدتی به بیت المقدس نماز بخوان. به بیت المقدس رخ کرد، 19 ما نماز خوان. یکی دو مردم شروع کردن اختلافات، گفتن پیامبر در دین خود متردد است، در شک است، گاه یک طرف گاه دیگه طرف. عده ای که پخته بودن در امتحان کامیاب بودن گفتن که پیامبر از پیش خود نمیکنه، از طرف الله میکنه. آمنا سلامنا قبول کردن، بطر بیت الله نماز خواندن، بیت المقدس و بسیه بیت المقدس. در داخل نماز بودن که الله تعالی امر کرد که روی تانه باز بسیه بیت الله دور بتین. همه که روی خدا بسیه چی دور دادن؟ بیت الله. اون مسجد عالی موجود است به نام مسجد دو قبله. لذا در گذشت همه پیامبرا اختلاف شریعت که قبله را مثال دادم، یکام تحولات ها که آمدن، یکش این بوده که مسلمان هایی که پیامبری وقت قبول دارن چقدر پخته هستند، در امتحان چقدر اینا کامیاب هستند. به خاطر آزمایش مسلمان ها شده، شریعت ها جدا شده. در قرآن کریم در رابطه با امت تعابیر مختلف است که هر کدامش یک معنای را افاده میده. مثلا وقتی که ما میبینیم در قرآن کریم که پیشتر ما اشاره میکنم که حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام وقتی که خانه کعبه را بنا میکنه، کار ساختمانی خانه کعبه که تمام میشه، دعا میکنه در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی، میفرماد که ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. وقتی مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام موضوع رو با این شکل وقتی مطرح میکنه که ما رو مسلمان قرار بدی و از ذریه ما امت مسلمه قرار بدی، در اینجا امت بالاخره به همه کسانی که از نسل حضرت ابراهیم است یا بعد از حضرت ابراهیم همه را شامل میشه. و همه وقتی مثلا وقتی ما مثلا میگیم که حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام مردم را به خداوند تبارک و تعالی به یگانه پرستی دعوت میکنه، و بعد مثلا بقیه انبیای سالفه
و همه قسم مردم را به یگانه پرستی دعوت میکنه تا میرسه به حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم به یگانه پرستی دعوت میکنه و حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله سلام به عنوان آخرین پیامبر و خاتم النبیین هم که مردم را به یگانه پرستی دعوت میکنه. پس در این امتداد تاریخ زندگی بشری روی زمین وقتی ما دقت کنیم و توجه بکنیم همه یک امت هستیم. قرآن کریم مبنای روابط مسلمانان را مبنی بر اخوت و برادری بیان فرموده که فراتر از عدالت است. مبنای اخوت و برادری تصریح می‌کند که میان مسلمانان باید پیوند عمیق عاطفی برقرار باشد. مهربانی و عطوفت مسلمانان نسبت به همدیگر یکی از مهمترین نشانه‌های امت اسلامی است. دومین جواب علما که داده ای است، انسان‌ها آهسته آهسته به طرف ارتقا رفته است. ببین که در زمانه حضرت آدم علیه السلام صحیفه که آمده بود تنها یک قصه و عقیده و عقیده توحید و رسالت و قیامت بود، دیگه چیزی شریعت تشریح نمی‌شد. مثل که در یک صنف اول یک شاگرد باشه، ببین آهسته آهسته کلمات خرد خرد می‌آید. با گذشت زمانه که پیامبر آمده رفت شریعت ها تغییر کرده رفت، مثل که یک شاگرد از صنف اول به 2 تا 12 ارتقا کرد، به نبوغ رسید، به ارتقا رسید. بالاخره شریعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله آمد، تمام پهلوها جوانب شریعت تشریح کرد. به خاطر ارتقا انسانیت است. دو مثال علما دادن، مانند یک دکتر است، یک مریض میره تشخیص میکنه، میفهمه که مریضی از این به فلان فلان دوا نیاز است، اما اول یک نسخه نوشته میگیره خلاص کردی، پس بیا میگه یکی خلاص شد این دوا را تغییر میده، دیگه دوا میده. این به معنا این نیست که دکتر از ابتدا نمیفهمیده که دوا نیاز است. معناش این است که اول باید کمک ارتقا بکنه، بدن از اصلاح پیدا بکنه و بعد از او به این دوا نیاز پیدا شود. این دو ملت چی است که شریعت آمده؟ به خاطر ارتقا، ارتقای انسان ها. و سیوم علت شه، یک شریعت آمده، شریعت بعدی او را منسوخ کرده. شریعت حضرت آدم علیه السلام به شریعت بعدی، شریعتی که بسیار مشهور بود، شریعت حضرت عیسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام که صاحب تورات و انجیل کتاب کلانی بود، کتاب بزرگ آسمانی، با آمدن حضرت محمد صلی الله علیه السلام منسوخ شده. این منسوخ شدن یزی به معنای عدم علم نیست، ای به معنای اصلاح است، به معنای ارتقا است، به معنای تطبیق شریعت آهسته آهسته است. و علم الآدم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اینجا هست که ملائک عاجز ماند. این علم لدنی که بر ما و توست بر ملک نیست. چی گفت ملک؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. ای چند بود داره که در اینجا سعی کنین که ملائک با چی کیفیت عرض وجود کرد که من هستم که پاک و پاکیزه، و با چی اعتراف کرد که الهی تو میدانه که کی هست در حقیقت خلف تو در کائنات. پس در اینجا هست که ما خلف خدا در کائنات خدا هستیم و ما شاگردی آن خالق لم یزل و لا یزال یعلم ما یسرین و ما یعلنون آن ذات هستیم. واضح است که تشکیل امت واحده با محورهای مشترک به خودی خود صورت نگرفته و نخواهد گرفت. برای دستیابی به این فریضه الهی قبل از هر چیز لازم است که نظام‌های آموزشی در این راستا وظیفه اسلامی و حیاتی را به عهده گیرند و نسلی را با تفکر اخوتی و برادری تربیت کرده و تعلیم دهند تا امت واحده اسلامی محقق گردد. مسئله دیگه که در آخر بیان بکنیم که شما را بفهمید، در قرآن کریم تقریبا 9 سوره
انسانها را گفته کان الناس امتن واحده، در نو سوره آمده، سوره بقره آمده، سوره مائده آمده، سوره یونس آمده، سوره هود آمده، سوره نحل آمده، سوره انبیاء آمده، در سوره شورا آمده، در سوره زخرف آمده. در این سه چیز تشریح کرده، در این نو سوره که آمده سه چیز تشریح کرده در امت واحده. اولش ای بوده که در عقیده همه یکی بوده، متبین تمام پیامبرا یکی بوده، امت واحده. دوم تشریح که میکنه در این نو آیت ای است که اختلافات باعث شده پیغمبران بیاید. آمدن پیامبران را یک علتش که زیاد آمده، 26 در قرآن کریم ذکر شده، 1024 آمده، علتش امت واحده خود به اختلافات تبدیل کرده، واس پیامبر آمده که را اصلاح بکند. و سیومین چیزی که در این نو آیت آمده تشریح کرده ای است که در امی اختلافاتی که آمده، اختلافات اختیاری نبوده است، اراده الله تعالی بوده. آیت مفهومش یذل من یشا و یهدی من یشا، تا اینکه الله تعالی اراده بکنه کی را به راه راست هدایت بکنه، کی را به راه چپ. اینجا یک سوال است، در شرایطی که ما شما زندگی میکنیم اختلافات مذهبی بسیار زیاد است، اختلافات قومی بسیار زیاد است. ببین اهل سنت اهل تشیع یک اختلاف است، در میان اهل تشیع دیگه اختلافات است، امام های جداگانه. در میان اهل سنت چهار تا امام مشهور، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام ابو حنیفه، در میان خود امی مذاهب چارگانه هم انسان ها به مذاهب مختلف تبدیل است، سلفی، دیوبندی، اشاعتی، بریلوی، اهل تصوف. آیا این اختلافات اختلافات مذموم است؟ به صورت خاص وقتی میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس، اینجا باز یک مقدار بالاخره خوب امت اما جنبه خاص پیدا میکنه، که مثلا او مردمایی که امر به معروف نهی از منکر نمیکنن، یا به قول رسول خدا صلی الله علیه و سلم که میگه در آخر زمان زمانی میایه که معروف منکر میشه و منکر جای معروف میگیره، یا به قول امام حسین علیه السلام که میفرماید الا ترون ان الحق لا یعمل به والباطل لا یتناهن، خب به حق عمل نمیشه و به باطل نهی نمیشه. در اینجا باز امت معنای خاص پیدا میکنه، در این مسئله کنتم خیر امت اخرجت للناس جنبه خاص پیدا میکنه، یا جایی که مثلا امت وسط مطرح میشه بازم جنبه خاص پیدا میکنه. بنابراین ما با توجه به این که بالاخره خب موارد زیادی داریم در قرآن کریم که امت به تعبیر چی به کار رفته و تعبیر امت در اونجا وجود داره، حدودا 52 مورد به صورت مفرد و 13 مورد هم به صورت جمع که امم تعبیر شده، جمع امت امم تعبیر شده، همه اینا بالاخره یک معنا نداره. هر کدام با توجه به شأن نزول آیه متبرکه قرآن کریم و با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با توجه به مخاطبانی که داره برای خودش معنای پیدا میکنه. و بله این مورد که شما میگین این را هم شامل میشه که تمامی موحدین امت واحده هستند. با توجه به اینکه زیربنای شخصیتی کودکان و نوجوانان در دوران مکاتب و مدارس به وجود آمده و در دوران دانشگاه تثبیت می‌گردد، بهترین زمان برای تحقق امت واحده همان دوران مکتب، مدرسه و دانشگاه است و مهمترین ابزار تحقق امت واحده در جوامع اسلامی برنامه‌های درسی است. آی اختلافات همون اختلافاتی است که در قرآن کریم آمده، کسی را ما هدایت میکنیم، کسی را ما گمراه میکنیم، آیا اختلافات گمراهی است؟ این علما میگن نه خیر. جوابش چی است؟ در اصول همه متفق است. اگر اهل سنت است، اهل تشیع است، در توحید بیا هیچ کس مخالف نیست به یگانگی الله تعالی. در کره زمین چقدر انسانی که مسلمان است، متبع پیامبر است،
در توحید هیچ نوع اختلافی نیست، در رسالت هیچ نوع اختلافی نیست، در قیامت هیچ نوع اختلافی نیست، در کتابهای آسمان هیچ نوع اختلافی نیست. کدام وقت دیدین در میان اهل سنت اهل تشیع در قرآن کریم اختلاف آمده باشه؟ دیدین؟ قرآنشون جدا است، از اهل سنت جدا است، کدام طرف نماز میخوانن؟ قبله اهل سنت با اهل تشیع جدا است؟ نخیر، چون اصول ما یکی است، در اصول هیچ نوع اختلاف نیست. خب اختلافی که آمده در فروعات است، فروعات فایدهش چیست که اختلافات آمده؟ چهار مذهب اهل سنت جدا شده، علاوه از دیگه هم است، اهل تشیع جدا شده. ببین یک مسئله فروعی همی است که تحقیقات است، در وضوع پای تبوشو یا مس بکنی، سر تمس می کجا مس بکنی، در نماز دست باید بسته بکنی یا بسته نکنی، یلا باشه. اینا اختلافات فروعی است. فایده یزی چی است؟ فایده یزی توسع در شریعت. مجتهدین چقدر که زحمت کشیدن، شب و روز زحمت کشیدن، کتاب ها نوشته کردن، هدف کلشان یکی بوده، وی است که تا برای عام مسلمان ها شریعت آسان شود، عمل کردن به عبادات آسان شود، عمل کردن با معاملات آسان شود، با روابط اجتماعی آسان شود، با اخلاقیات آسان شود. بالاخره کلی از اینها به یک هدف میرسد، وی است که الله ما یکی است، پیامبر ما یکی است، قیامت که میریم جنت دوزخ یک عقیده است، در قبر سه سوال میشوه یک عقیده است، در حج که میریم در گرد خانه الله تعالی که طواف میکنیم، در اونجا که بری میلیون ها انسان میآید، از تمام مذاهب میآید، صداش که گوش بکنیم، مرد است، زن است، ریش سفید است، رنگ سیاه داره، رنگ سرخ داره، سفید داره، به هر زبانی که تکلم میکنه یک صدا بلند میشه، گرو گرو لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک، کلی که صدا را میکنه، میبینه که کلی که طواف میکنه تا هفت گردش نکنه یک طواف حساب نمیکنه. اونجا علامه ای تو نیست که در مذهب امام شافعی چهار طواف شوه، در امام احمد بن حنبل سه طواف شوه، ابو حنیفه هفت طواف شوه، اهل سنت هفت طواف بکنه، اهل تشیع شش طواف بکنه، ایت نیست. با کل که یک مراسم یک عقیده، در صفا و مروه میری هفت گردش صفا و مروه یکی است. اگر روزی که شیطان زده می شود در روز اول عید قربان، همه مذاهب شیطان اول که میز یک چیز است، قربانی که میکنه دم شکرانه همه یکی است، در نماز که استاد میشه همه به طرف بیت الله، زبان جدا، طریقه طهارت جدا، طریقه نماز جدا. کل یزیر مجتهدین کوشش کردن تا اینکه شریعت و دین برای مسلمان ها آسان باشد. لذا این اختلافاتی که بین مسلمان ها کسایی که پیروی پیامبر است، در دینشان یکی است، در شریعتشان یکی است، عقیدهشان یکی است، در مسائل فروعی، در مسائل اجتهادی این اختلافات مذموم نیست، اختلافات رحمت گفته پیامبر ما، این به خاطر سهولت شریعت عمل کردن به شریعت است. بیایم باز اینجا باز هم به این متوجه شویم، امروز که الحمدلله، بازم الحمدلله، همین مجموعاً کره زمین همگی به حیث یک خانواده واحد به برداشت ما، البته دیگه خانواده واحد هستیم، همه انسان هستیم، همه ما دارای کتاب هستیم، همه ما دارای مسجد، هشت سه نکته را به همه ما باید داشته باشیم و داریم انشاءالله. ما یقینیم زن المومنین خیرا مالا ملخ شر را پیغمبری من فرزان که پرموده، ما خدا پیغمبر یعنی پیغمبرا و میعاد، این سه اصل است، بر شخصی که همین سه اصل باید معتقد باشه او مومن است. خدا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. پیغمبر
از آدم الى خاتم النبیین و رحمت للعالمین. کتاب از صحائف الى قرآن عظیم الشان. یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون و کتاب‌های منزل. همه اینها بر ما اینها همه میآید به چی؟ به روز حساب. مالک یوم الدین. ما در صورتی که این سه رکنه، هر انسانی که بر همین سه رکن آماده بود حکم بدی وضو کرده نمیتونیم. این که خودش چی میکنه محاسبه خدا حق است. برنامه های درسی نقشه راهی است که در آن فرصت های یادگیری برای رسیدن به اهداف کلی و جزئی متعلمان و محصلان فراهم شده است. به تعبیر دیگر برنامه های درسی راهنمای مدارس، مکاتب و دانشگاه هاست برای رسیدن به نتایجی که متعلمان و محصلان بعد از یک دوره به آن نائل شوند. شاگردای عزیز، ما شما در یک جغرافیای زندگی میکنیم به نام افغانستان است. نقشه‌ش دیدین. در افغانستان تقریبا نمو چرا که میخوانین اما شعری که سرود ملی است چندین قوم ذکر شده. زبان مختلف، قوم مختلف، فرهنگ مختلف، اما کلشان که 95% یا 98% که میگوین کل ما مسلمان هستیم. این مسلمان ها زبانشان جدا، سمتشان جدا، اما در مسائل اعتقادی همه ما یکی هستیم. اگر اهل سنت است، اهل تشیع است. خدای ما یکی، پیامبر ما یکی، قرآن ما یکی، قبله ما یکی و در تمام اموری که ما زندگی میکنیم مشترکات ما یکی است. کوچکترین از ما شما در چراغ‌قلعه زندگی میکنیم، در مدرسه زندگی میکنیم، در اطراف ما شما زندگی میکنیم. در اینجا قوم پشتون زندگی میکنه، تاجیک زندگی میکنه، هزاره زندگی میکنه، ازبک زندگی میکنه. مذاهب اهل سنت در اینجا هست، وهابی در اینجا هست، اشاعتی در اینجا هست، سلفی در اینجا هست، دیوبندی در اینجا هست، بریلوی در اینجا هست، اهل تشیع در اینجا هست. اما در کنار یکدیگر ما شما در جنازه یکی هستیم، در مراسم فاتحه یکی هستیم، در مراسم نکاح و خوشی یکی هستیم. کدام وقت در مراسمی که ما شما یاد میکنیم اختلافات دیدین؟ در مساجد اهل سنت ما بارها دیدیم شاگردای ما اهل تشیع بوده و در مکاتب اهل سنت زیادتر میبینیم که شاگرد اهل تشیع است و شاگردای ما که اینجا میاد از اهل تشیع میآید. معنا ای است که اختلافات فروعی ما داریم، اختلافات فروعی ما باعث تسهیل شریعت وحدت است، نه به خاطر افتراق و جدایی و دوری از یکدیگر. الله ما شما را انشاءالله از این بیشتر دانش و فهم نصیب بکنه. و اختلاف فقهی که بالاخره بازی را نمیشه بگیم که شیعه و سنی. خب اختلاف فقهی بین مذاهب اسلامی وجود داره، ما تنها بالاخره شیعه و سنی نداریم دیگه. در اختلاف فقهی حنفی است، مالکی است، حنبلی است، شافعی است، جعفری است، زیدی است. بالاخره خب 6-7 تا مذهب فقهی داریم ما. خب اختلاف نظرهای وجود داره و حتی در داخل هر مذهب باز اختلافات فقهی وجود داره. مثلا در داخل مذهب امام ابو حنیفه نظر خود امام ابو حنیفه با نظر یاران گاهی تفاوت داره، اختلاف نظر بینشان وجود داره. و همون نکته ای که رسول خدا میفرماید اختلاف امتی رحمه. و در بین اهل تشیع هم در بین فقها اختلافات فقهی وجود داره. بنابراین چطور مردم تشیع در داخل مذهب خودشان اختلاف فقهی را چطوری حل میکنه و هر کس با مذهب خودشان عمل میکنه و اهل و با اهل تسنن میتونه این تعامل داشته باشه. اهل تسنن هم در داخل هر مذهب در داخل خودشان در با اختلافات فقهیشان چطور تعامل میکنه میتونه با مذهب دیگه هم همین را داشته باشه. از جمله مهمترین آموزه هایی که باید در برنامه های درسی در نظر گرفته شود، توصیه های موجود در منابع اسلامی جهت تحقق وحدت انسانی و اخوت اسلامی است. تا متعلمین و محصلین با آنها آشنا شده و سپس این آشنایی به باور تبدیل شود که احساس مسئولیت و پایبندی به این دستورات در آنها تقویت گردد، تا این گونه
اخوت و برادری اسلامی از حاشیه به متن جامعه بازگردد.